یه مثال برای شما میزنم، خودش دو جلسه سخنرانیه، من همینا رو میخواستم برم دانشگاه تربیت مدرس بگم که ریختن جلو در دانشگاه، جلو دانشگاه جلسه مجوزدار رو ما راهمون ندادن. شاید سوال بشه تو با موضوع کشاورزی میخواستی بری حرف بزنی به کجا برمیخورده؟ همه این دعوت نامه های اشکازات برمیگرد به خود ماها. ما چون به قانون اشراف نداشتیم، من خودم الان دو ماسترسی نداشتم، به قانون اشراف نداشتم، با فرهنگی دانشوی با آقای دکتر آقای خان اشرافی نداشتن. آقای دکتر این شورای فرهنگی تصویب شده، شورای فرهنگی دانشکده. خب اگه قصوری هم باشه قصور از منه، بعد از من، منم دارم وصفایی میکنم. خیلی از این کسی که این آقای دکتر آقای دعوت کردیم، این همه دانشوی رانسانی شده. اگر آقای راتی پور در حقیقت بپذیرن که یک رئیس دانشکده مقصره و تقصیر خودش رو هم بگردن میگیره، باید سیدی به مسئله دیگه فکر نکنه، بگی من احترام میذارم به این همه سخنران میاد تو دانشکده. هر روز مشکلش چیه؟ اگه بنده تا اینجا اومدم فقط اومدم به این بچه ها بگم که من اومدم، من کم نذاشتم، من ممنونم. فردا من که میدونم چیه دیگه، آقایون به لحاظ سیاسی نگرانی دارن، این دولت مثل باقلوا رئیس دانشگاه عوض میکنه، رئیس دانشگاه عوض میکنه، کوچکترین بحث سیاسی بشه یه نفر هم داره عوضش میکنه. گشتن یه بندی وگرنه تو شورای فرهنگی چیه رفتی؟ چون مجوز نامه برام فرستادی، دعوتنامه فرستادی، بنده اومدن، حالا من اومدم تو اینجا، حالا سر صبح یه چیزو بگن یه بنده تفسیر جدید پیدا بکنیم یا به هر حال اینو وجه قانونی بخوام بهش بدیم، این هیچ مانعی نداره. نگاه کن هیچ مانعی نداره، بنده تو اینجا اومدم، اینم نیست دانشگاه شهید بهشتی بودم نیم ساعت جلو دمه در برنامه مجوز دادن حراست جلو دمه دار میگه هماهنگ نشد. آی دکتر ببخشید، خیلی افرادی که اصلا تکلیفشون مشخصه با نظام زاویه دارن همینجوری میان تو دانشگاه، اونها ارادی نداره، اونها سیاسی نیست. آره اونها مشکلی نداره، ولی مشکلی فقط هیچ مشکلی نداره، این میشه سیاسی. من اصلا میکنم اون نامه رو که از حضرت عالی دعوت کردیم بنده امضا کردم، برای من خیلی مهم نیست که یه نفر با بک‌گراند حسابداری اگر بیاد مسائل کشاورزی ما نقد کنه، برای من خیلی هم قابل احترامه. من میگم بذار آقای رائفی پور بیاد صحبت کنه، اگه حرف خوبی زد استفاده کنیم، اگه حرف بی پایه و اساس و بی استدلال زد به چالش بکشیمش، به انتقاد بکشیم. بنده برای خودم و برای امضام ارزش قائلم و تا آخرین لحظه مصر بودم که جناب عالی تشریف بیارن صحبت بکنین، اما نه با این موضوع. چرا؟ در محفل دانشکده کشاورزی من نمیتونم دعوت بکنم، در حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتیدی که مثل همین وضعیت الان افراد متخصص این رشته هستن، من برای شما بک‌گراندی در زمینه کشاورزی قائل نیستم. من فقط این بچه‌ها نامه زدم، خودتونم امضا کردید، حالا شبش یهویی به تکافوی افتادید که یه بند و تبصره‌ای طبق بند و تبصره. الان من همین دادم پارادوکس می‌بینم، یه میگه که چون سیاسی نبود، اون یکی میگه نه چون کشاورزی. ایشون اگر بیان دانشگاه روی مزاد شهدا هر کار دیگه بخوان انجام بدن، فقط بحث سیاسی نکنه، بحث سیاسی بخونه، هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی ما نداره. جان امنیت کشور و اسلام نور پدر چپ و راست داره. این صراحت من دارم به قرآن، دولت من تو دولت قبل اومدم نقدم میکردم، گفتم آیه مثلا احمدی نژاد این سیاست، این سیاستی که تو حوزه مثلا اقتصاد کلان شما پیش هیچ وقت این داستان را نداشتیم. به خدا هر جا میریم مسئول جلسه، از وزارت امور اقتصاد دارش گرفتیم، دانشگاهش گرفتیم، نمیدونم اصلا یه وضعیه تو این من نگران نه من با این روی کرده، خب با این روی کرده دوگانه مشکل دارم که از یک سمت ما بیای خود روشن فکری بدی، از اون طرف همه چی رو ببندی. من قبل قانون هم بیاد بدم، من بهترین جایی که من تو دانشگاه هنر حرف بزنم، تو اون استاد دانشگاه بلند شه ما رو بشونو به نظر رو بند، اون دانشجوی تحصیلات تکمیلی بلند شه، نه من اگه میخوام راجع به کشاورزی حرف بزنم دو جلسه سنتی کشاورزی سخنرانی داشتم، کجا بوده؟ دانشگاه کجا؟ پردیس دانشگاه تهران، معاون وزیر جهاد کشاورزی اونجا نشسته، بعد جلسه استاد هیئت علمی دانشگاه تهران کشاورزی از من پاورپوینت هم خواسته، خب یک نفر صداش در نیومده، ایشو تر در نمی آورده، سیاسی هم نبودن، نه سیاسی نبود ماجرا. الان من میدونم بیس ماجرا همین سیاسته، هرچند این بچه ها میگن مجوز گرفتن، دعوتنامه برام فرستادن، حالا دیشب تو امروز تو یه اتفاق افتاده، نمیدونم یه بند تفسیر قانونی در اومده دیگه، خب هیچ ایرادی نداره. حالا داستان چیه؟ آقای عراقچی مذاکره کننده عزیز و شریف و بزرگوار ما در بحث برجام کشاورزی خونده؟ یوهیشون یه صحبت جالب داره، ما باید گندم از قزاقستان وارد کنیم. او
گرفتی چی شد؟ بعد گفتن از قزاقستان وارد کنیم ارزون تره. حالا گوش کن ارزونی هم میگم. ارزونی رو به قیمت محل تحویل اونا گفتن، نه محل تحویل ما. با محل تحویل ما میگفتی و قیمت گندم خودم گرونتر در میومد. این بخشی بود که نگفتن. همیشه هم ما تو کشاورزی خودم خودکفا بودیم. با چی؟ با گاواهن و نمیدونم چی میکاشتن خودکفا بودیم. الان با این تکنولوژی نباید باشیم. حالا من چی میگم؟ میگم بسم الله باشه. محصولات و آببر و نکار وارد کن. من حرفی ندارم. هندونه وارد کن، گوجه وارد کن، خیار وارد کن، گندم بکار. این حساس. بعد یه سوال از شما دارم. این مگه کشاورزی نیست؟ دیروز این رئیس دانشکده اومد گفت چون شما درس کشاورزی نخوندی، من نمیتونم اجازه بدم بیا اینجا سخنرانی کنیم. خب بهش گفتم خب باش اصلا راجب اون سخنرانی نمیکنم. شهید بود یادوار شهید بود. گفتم راجب شهید. گفت نه خب سیاسی هم چه نباید حرف بزنی. گفتم ما درد تو یه چیز دیگه بنده خدا. حالا یه سال به فرض ما اصلا از گندم از کشاورز بدبخت بیچاره خودم گرونتر بخریم، کجا رفته مگه؟ اون بدبخت کشاورز نه اینقدر میتونه جمع کنه که بره دلار بخره، نه میتونه اینقدر جمع کنه بره چی؟ سکه بخره. تمام دنیا بنده موضوع سخنرانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس این بود، مقایسه کمک ها و حمایت های اتحادیه اروپا و ایران از کشاورزی. گفتیم بیان نمودار همه رو از خود اونجا گرفتیم. چقدر ما داریم یارانه میدیم به کشاورزمون، اونا چقدر دارن میدن؟ ما کشاورز داریم میگیریم. بدبخت کردیم کشاورزمون رو. جز تحقیر از کشاورز چی می‌بینید؟ بعد اون تنها تولید کننده اصلی تو این مملکته. برای اینکه نرخ خرید تضمینی گندم 1200 باشه یا 1300 سر 100 تومن، همین آقای نوبخت تو شورای اقتصاد یک بحثی رو انداخت که حالا یه سال چقدر داری مگه می‌خری گندمو؟ 1600 1500 1400 دعوا داری بالا پایین چقدر؟ بسم الله تهش سرجم میشه چقدر؟ 15 16 هزار میلیارد تومن دیگه، که همش هم که چیز نمیشه، باز نونو میفروشی به مردم دیگه. عزیزم بانکای ما دارن روزی 1000 میلیارد تومان تولید نقدینگی میکنن. پول 15 روز مملکت بوده. اما یه سوال، ترکمنستان یادت گازوبس؟ به مردم خواه بگید نون نخوردی نه؟ اون موقع گفتی چیکار کنید؟ مردم گازقچا چیکار کردید؟ ما یادم میز گذاشتیم، یه لامپ روشن کردیم، ها؟ از برق استفاده کردیم، عوضش گرم کردیم خودمون. نون نخوریم چی بخوریم؟ قوت قالب مردمو بگی. فلزون بنده نمیدونم این حرفا هم دارم میزنم حرف خطرناکه، من تو بنده معتقدم که یه جوریه دیگه. حالا برای اینکه بخوام تون تون واردات انجام بدیم یه مشکلی هست اینجا. مشکل چیه؟ باید وزارت واردات داشته باشیم. اون اسمش چی بود؟ باریکلا. برای همین دنبالم وزارت بازرگانی دوباره احیا شه. دو مرتبه تو مجلس اقدام کردن، نماینده‌ها رأی ندادن، دوباره دوره افتادن، دوباره دارن جنگ. چه بسا چه بسا نمیدونم. ما شاید سوال داستان گوشتم همینه. میخواهید ارزون شه وزارت بازرگانی رو احیا کنید. الان با یه آقای میخواییم مناظره کنیم، ما قبول کردیم، اون بابا قبول کرده در مورد احیای وزارت بازرگانی. وزارت بازرگانی تو وزارت صنعت و معدن با هم ادغام شدن، صنعت معدن تجارت شد سمت. ما میگیم این باید همینطور بمونه. خب دوباره آقایون دنبال افتادن میخوان وزارت بازرگانی بیارن بیرون. الان ما راضی شدیم فلان تو دانشگاه امام صادق اجازه نمیدن جلسه برگزار شه. وزارت بازرگانی احیا شه یعنی واردات همینجوری تون تون واردات صورت بگیره. واردات صورت بگیره دنبال چی ان؟ اینکه نفتی که فروختیم اون طرف پولشو نداریم دیگه، نمیتونیم برگردونیم. درست شد؟ برجام قرار بود برگردونه که نتونستیم، موندیم توش. به یارو میگیم داداش به جای پول نفت به ما بادمجون بده، برنج بده هند. راستی برنج کار شمال. ول کنید این کشاورزا رو دیگه. واردات زیاد بشه، همین چهار تا بدبخت بیچاره هم که دارن نون میخورن همینا هم تعطیل شد. بعد مشکل ببینید، نگاه کن وقتی کشاورزی رو از شما از بین بردی، نگاه کن کشاورز ضامن محیط زیستشه. زمینو که وایستاد کاش جلو فرسایشش رو میگیره. حواسش به چشمه اونجا است، به رودخونه اونجا است. وقتی اونجا خوش شد کوچ میکنه میره. همه به این مصرف کننده ها اضافه میشن. یه تولید کننده رو حذف کردی، یه مصرف کننده اینو چیکار کردی؟ باریکلا تو شهر نشه. الان 25 درصد جمعیت ما تقریبا دیگه کشه روستانشین باقی مونده. اینا فکر کنم با این برنامه‌ای که بخوان انجام بدن میخوان یه کاری کنن دیگه، مثلا برسه به جمعیت روستای ما بشه در مثلا 10 درصد. وقتی وزیر صنعت معدن یعنی وزیر تولید تاج صادرات چه میدونم چیزا، وزیر که تولید کارخونه با وزیر بازرگانی یکی باشه، حواسش از چقدر تولید کنه وارد کنه. میگه من انقدر فلان قطعه رو وارد میکنم، فلان تلویزیون رو وارد میکنم که تولید کننده داخلی آسیب، اگه زیاد وارد کنین چی میشه؟ 10 تا کارخونه داریم اینام تخته.